خشونت در برابر زنان، موضوعی که همواره زنان افغان از آن رنج میبرند. خشونت هایی که عمدترین آنها ازدواج های اجباری، مانع شدن زنان از ادامه تحصیل و لتوکوب عنوان شده است. برای کاهش و برطرفی این معضل در برابر زنان، کارزار حمایت از محو خشونت در هرات برگزار شد. مسئولان این برنامه میگویند که این کارزار به منظور پیدا کردن راه حل قانونی برای محدود ساختن خشونت ها علیه زنان برگزار شده است. هدف ما این بوده که اول قبح انعکاس دادن خشونت هایی که متوجه زنان میشه شکستانده شود، چون همین لحظه خیلی از مردم ما و حتی زنهای ما خیلی موافق نیستن که زنی بیای بگه که به من در فلان جای خشونت صورت گرفت، یا مستندسازی بکنه و یا بره دادخواهی بکنه یا احیانا شکایتی درج بکنه در سازمان والی. و یک از مشکلات در واقع همین هست. ما تلاش کردیم که اول خانم ها را در واقع علاقمند بسازیم که اونها خشونت ها را انعکاس بدن و گزارش بدن. بحث دوم این بود که تجربیات همدیگر را شریک بسازیم و دوستان ما در جاهای مختلف به این نتیجه برسند که چطور میشه با این خشونت ها قانونمندتر برخورد کرد که نهایتا اون خشونت ها محدود شود. کم آگاهی خانواده ها از حقوق زنان، اجرا نشدن درست قوانین و گریز از اجرای قوانین در کشور از دلایل عمده خشونت ها علیه زنان است. سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات میگوید که بیشترین خشونت های اعمال شده علیه زنان در ادارات دولتی صورت میگیرد. به گفته او، نهادهای دولتی در زمینه رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان کم توجه هستند. ما اگه بخوایم در مورد خشونت ها علیه زنان در ادارات دولتی صحبت بکنیم، بر اساس یک تحقیقی که در چند سال گذشته از طریق کمیسیون من خشونت علیه زنان انجام شده بود، خشونت ها علیه زنان پس از یک کار تحقیقی بالاترین آمار خشونت ها علیه زنان در ادارات دولتی نشان داده بود. اما من هیچگاه شاهد از طرف مقام ولایت که ریاست از این کمیته بوده والی صحبت شاهد برخورد با ادارات که بیشترین خشونت ها علیه زنان بود نداشتیم. متاسفانه یک از چالش‌هایی که باعث شده خشونت ها علیه زنان در همه جا، چه در ادارات دولتی خصوصا مسئله مکافات و مجازات با عاملین بوده، برخورد صورت نگرفته. یکی از مواردی که نگران کننده عنوان می شود، مطرح نکردن پرونده های خشونت علیه زنان با نهادهای مختلف می باشد. موردی که شماری از زنان به دلیل ترس از دست دادن وظیفه، خشونت اعمال شده علیهشان را با نهادهای مربوطه شریک نمی سازند. مونسه حسنزاده، معاون فرهنگی و اجتماعی ولایت هرات، هم از تلاش ها برای برچیدن دامن موارد خشونت در اداره های دولتی سخن می زند. متاسفانه تا حالا هیچ خانمی مراجعه نکرده و اقداماتی که ما انجام دادیم از مقام ولایت و از خود کمیته این بوده که به تمام ادارات مکتوب روانه کنیم و این کمیته رو برای از اونا بفهمونیم و کارشناس مقام ولایت به تمام ادارات رفتن و این موضوع با رئیس همه اداره و کارمندا گفتن که همچی اصلا شناختن که همچی کمیته در مقام ولایت هست. اگر شما مورد آزار و اذیت در ادارات دولتی که ما رو کتمان نمی‌کنه، تنها به کشور افغانستان هم نیه بلکه به تمام کشورها این مورد هست و اگر برخوردیم به همچین موردی بیای مراجعه کنیم به کمیته من آزار و اذیت و این به صورت محرمانه هم حفظ میشه. مثل کمیسیون من خشونت علیه زنان نیه که تعداد کمیسیون 27 نفر باشه، این در حد 5 نفر به صورت محرمانه هم این موضوع محفوظ میمونه. شماره از فعالان حقوق زن باورمندیشان این است که راه اندازی برنامه های مبارزه با خشونت علیه زنان می تواند در کاهش میزان خشونت ها در جامعه تأثیر گذار باشد. کاملا متفاوت حضور پیدا کردن مردم، زنانی در واقع از گوشه های شهر با سواد پایین تر، با در واقع وضعیت اقتصادی پایین تر و مقامات مختلف دولتی و خانم هایی که در موقف های جدی حکومت کار میکنن، این زنان شما دیدین در یک کلیپ چقدر انگیزه دادن به زنانی که امروز در واقع در این برنامه حضور پیدا کردن و این خودی و یک تاثیرگذاری هست. در نزدیک به 1.5 دهه گذشته در کشور، برنامه های گوناگونی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان رواندازی شده است. هرچند از نتیجه قناعت بخش این برنامه ها انتقادهایی وجود دارد، ولی برگزاری آن هم بی تأثیر نبوده است.